سینا سلام، حال شما خوبه؟ صدای من میاد؟ بله صدا میاد. حال شما خوبه؟ ببخشید مرسی. من یه سوال داشتم. من یه ویدیو دیدم از شما توی کانال سکولار جیهادیست بود فکر کنم. با مجید نواز حرف میزدید. اشتباه نکنم درست؟ من یه سوال داشتم. شما که حرف میزدید ایشون خب رفرمیسته. خب بله. مثلا بیان به ریفورمیست ایشون بگید، فارسی بگو، فارس اصلاح طلب. میگه دین اسلام رو اصلاح کنیم، رفرم کنیم. من خب علیشم. من آره من این حرف رو، من جای شما بودم بهش میگفتم مثلا بیایم بگیم اونا که دین رو ترک میکنن نکشیم، اونی که با مثلا دوست پسر دوست دخترش سکس میکنه رو سنگسار نکنیم، دست قطع نکنیم، نمیدونم اینجور کارا رو نکنیم. خب میرسیم به داستاناش، نمیدونم کشتی نوح و آدم و حوا و نمیدونم پیامبر با خر بالدار رفت بهش. خب اینا رو هم واقعا، خب اینا خرافاته. خب بیایم ما این کارو کنیم دیگه، چی از دینتون میمونه که چی رو میخواید اصلاح کنید شما؟ اینا واقعا چرا نپرسیدید ازش؟ من پرسیدم ازش، بهم گفت وهابی، من بهم اتهام وهابی بودن زد. من بهش گفتم که شما یه دین جدید میخواین درست بکنین که هیچ ربطی با، یعنی اگه همه چیزایی که با اسلام مشکل داره رو ما برداریم دیگه چیزی از اسلام نمیمونه، اصلا قابل واقعا تشخیص نیست. نمیمونه. آره من گفتم اتفاقا، من یکی از بزرگترین مشکلاتم با این شخص همین بود. بهم گفت وهابی ام، گفتش که برداشت من از اسلام مثل وهابیاست، برای همین و من مثل با وهابیا موافقم. و بهش گفتم خب آدم حسابی، من با وهابیا درباره اسلام برداشتم به اسلام یکیه، درسته، ولی من فرق با وهابیا اینه که وهابیا میگن این خوبه، من میگم این بده. این چه حرفیه؟ این چون من هم نظرم با وهابیا در مورد که اسلام داره چی میگه پس حرف من غلطه. خب اختلاف اصلیمون اینه که اونا میگن این خوبه، اونا مثل من قبول دارن که این آیه قرآن میگه زن زدن کار درستیه. منم آره. میگم بله آیه قرآن این حرف رو میزنه و میگه ای تو مثل اونا، پس حرف تو پس با اونا یکی هستی. من یعنی چی با اونا یکی هستم؟ اونا میگن بعد این قرآن داره میگه بعد زن رو زد و میگه خب پس زن رو بزنیم. من میگم قرآن میگه بعد زن رو زد پس اسلام دین مزخرفیه، تو منو با اونا یکی کردی چون برداشت من از قرآنی حرفه. یعنی واقعا حرفش مزخرفه، من اصلا موندم. من خب حالا یه بنیاد داره، اسم بنیادش رو یادم نیست، تو بریتانیا مجید کولیوم اسمش فکر کنم، برشکست شد. نه بود کولیوم برشکست شد. آها حالا مثلا اینا میان یه چیز جدیدی اختراع میکنن، میگن آدم و حوا سمبولیک بوده، متافور بوده. بله ولی در حالی که ما حدیث رو نمادی. نگاه کن، آره پیامبر میگه 60 زرع بوده طول آدم میشه 27 متر، و ما حدیث رو کنار اینا بذاریم دیگه واقعا فکر نمیکنم وهابی اشتباه بگم به قول شما. اینا اکثرشون میخوان همه حدیث رو بذارن کنار، بعضی اینا میخوان تمرکزشون بذارن رو قرآن، حدیث رو میخوان بذارن کنار. ولی ببین اینا کسایی هستن که اصلا اینا انتظاری که دارن کاملا تخیلیه، میدونی نظرم چیه؟ اینا کسایی هستن که اصلا طرفدار بین مسلمان ها خودشون خیلی ندارن، اینا فقط برای آدم های غیر مسلمان چپی های غربی، لیبرال غربی که مثلا میخوان یه امیدی داشته باشن به اسلام، میان دارن این حرفا رو میفروشن. و ما میخوام و این کارش، این اصلاح طلبیشون برای اسلام خیلی مضره، چون ما فکر میکنیم که این باعث میشه اسلام بقاش یعنی بیشتر دوام پیدا کنه، یعنی سخت جونتر بشه. آره آره عمرش رو زیادتر میکنه، میدونی روزم چه؟ یعنی این دروغ ها درباره این که اسلام واقعا داره چی میگه باعث میشه که فشار رو اسلام بیاد پایین. خب بعد یه کاری که دارن این اشخاص میکنن اینه که میان مثال میزنن که چقدر مسلمان های که خشونتگران نیستن مثلا زیاده. خب بعد میان بعد همه مسلمان نه، ببین من حرفی که جوابی که میدم، ببین اینا میان میگن اسلام حتما نمیتونه دین خشونتگرایی باشه اگه ما این همه مثال داریم از مسلمانی که خشونتگران نیستن. من جوابم به این حرف اینه نیست که این آدم ها وجود ندارن، من جوابم به این حرف اینه این هست که این مسلمان ها که خشونتگران نیستن به خاطر اسلام نیست که خشونتگران نیستن، به خاطر اینکه اسلامو
رعایت نمیکنن، یعنی به خاطر اینکه اسلامو گذاشتن کردن، یعنی مسلمان هستن به اسم، خب یعنی قرآنو قیچی کردن به نویاره خیلی جاهاش، نه که قیچی کردن، اصلا ایگنورش، اصلا جدیش نمیگیرن. ببین اکثر مسلمان هایی که خشونتگران هستن اینجوری نیست که اومدن مثلا قرآن و حدیث رو خوندن بعد تصمیم بگیرن که یه برداشت دیگه بکنن. اصلا قرآن رو نخوندن، حدیث رو نخوندن. ببین قرآن مسلمان هستن، مثلا ممکن نماز میخونن، روزشون رو میگیرن، ولی اکثر روز به فکر اسلام نیستن. طول روز اکثر موقع ها به فکر مثلا کارشون هم، به فکر زندگیشون هم، به فکر مثلا امتحانشون هم، به فکر حقوقشون هم، به فکر اینکه این مبل رو میخوام بخرن آیا مثلا رنگش با پرده یکی هست یا نه. یعنی اکثر مسلمان ها اینجوری نیست که همش دارن محاسبه میکنن مثلا اسلامی هست یا اسلامی نیست. یعنی این مسلمان هایی که خشونت‌گرا نیستن، این نیست که مثلا برای خودشون توجیه کردن که مثلا اسلامو دارن دنبال میکنن و میگن یه اسلامو اصلاح کردن و دارن اونو دنبال میکنن. یعنی به خاطر اینکه اسلامو کلا ایگنور کردن، ایگنور رو به فارسی چی بگم؟ نادیده گرفتن. نادیده گرفتن به خاطر اینکه دنبالش نمیکنن، نه که خوش الان ببین اصلا عکس این مسلمون ها قابلیت دنبال کردن اسلامو ندارن، به خاطر اینکه تو اکثر انسان ها انسانیتشون بر انسان مدرن امروز، انسانیتشون بر اسلامیتشون غلبه میکنه. بله. بعد شما یه روز قبل بود، دو روز قبل بود، از اینکه نقد کنیم یا مسخره کنیم یا اینسالت توهین کنیم به ادیان دفاع میکردید. من با اون اصلا مشکلی ندارم. به نظر من جزو فریدم آف سپیچ، آزادی بیان، آزادی بیان شد. بله. ولی من تا حداقل تو ایران، تو این محیطی که حالا شما کانادایی، من اونجوری رو سازنده نمیدونم. من بیشتر از لحاظ علمی نزدیک میشی به افراد، از تاریخ یا علم صحبت میکنی به نظرم سازنده تره تا اینسالت کردن. چون وقتی ما اینسالت میکنیم اینا میرن توی حالت دیفنسیو، دفاعی. اینا چرا میگم؟ حالا یه چیزی هم ببخشیم بفرمایید. جواب اینو بدم قبل از اینکه بگی. یکی اینکه من بعضی میگن که اینو دوست ندارن، اونو دوست دارن، کاش این کار انجام میدیم، یه جوری صحبت میکنن که انگار مثلا مانع، مثلا ما اگه مثلا توهین میکنیم به اسلام، این مانع صحبت های علمی یا منطقی ما نمیشه. میدونی این حرف شما فقط درستی نیست. نه من میگم این حرف خوبه. شما آره، من منظورم این حرف شما موقعی درسته که اگه ما مثلا توهین میکردیم به اسلام، اون وقتی که نمیتونستیم حرفای دیگه بزنیم یا کارهای دیگه بکنیم. ولی اگه میشه جفتش رو انجام بدیم، یعنی لازم نیست یکیش رو انتخاب بکنیم، چون میتونیم جفتش رو انتخاب بکنیم. برای همین من نمیدونم این چه حرفیه که من کسایی که میگن نه من به جای توهین ترجیح میدم صحبتای علمی بکنیم یا حرف منطقی بزنیم. خب ما اگه توهین بکنیم که جلوی حرف علمی یا حرف منطقی ما رو که نمیگیره، ما میتونیم جفتش انجام بدیم، درسته؟ مثلا حالا باز تجربه شخصی زیاد ولید نیست، ولی خب مثال میگم، من با بابام که حرف میزدم، خب مثلا میگفتم خب محمد توی یه شب با 9 تا زن سکس داشته، خب میشه سکس ادیکت به نوعی. خب من اینجوری من حرف میزنم باش قبول نمیکنه، خب یعنی واقعا میره توی لاک دفاعی. من چیزی که مد نظرم هست یه حالت ماکیاولیسی، یعنی به اون نقطه برسیم که اینو از بین ببریم. حالا زیادم مهم نیست روش چی باشه، بهترین روش رو انتخاب کن. اینو میگم داخل پارانتز، اینم بگم یه اطلاعات عمومی شاید شما هم ندونید، این خدای توحیدی، خدای یه دونه، ما ایرانی ها اختراع کردیم اینو. بله من اینو میدونم اینو. آره. اینو یهودی ها از زرتشتی گرفته. دقیقا. نه تنها خدای یکتا، بلکه بهشت و جهنم، شیطان یا فرشته، مثلا فرشته، آره مثلا یه سیویری، یه نجات دهنده آخر الزمان، اینا همش از دو قطبی کردن جهان آره. خوب و بد، اینا از همش حالا جالبش اینه شما برید با زرتشتی حرف بزنید، اینا میگن اینا متافورن، مثلا میگن شیطان وجود نداره، بلکه من سمبولیکه. یه بحث جدید شدیم، من باید جواب این صحبتی که در پدرتون میکردین رو بهتون میگفتم. خب شما گفتین وقتی شما با پدرتون صحبت میکردین، استراتژی که شما استفاده کردین از توهین بهتره. خب ببین شما متوجه حرفای ما نشدین.
من هیچ من نمیگم که وقتی شما مثلا با یک مسلمان دارین صحبت میکنین یا یعنی که هدفتون تغییر نظر مسلمان‌ها یا دیندارای دیگه هست، اون موقع توهین کاربرد نداره. من نمیگم که وقتی که دارین هدف شما وقتی تغییر نظره برای اون توهین هیچ کاربردش کمتره. خب ما وقتی توهین میکنیم به اسلام، وقتی توهین میکنیم به اسلام هدفمون برای فعالیت برای آزادی بیانه. خب ما برای هدفهای مختلفمون استراتژیهای مختلف داریم. وقتی داریم برای آزادی بیان مبارزه فعالیت میکنیم، اون موقع میخوایم توهین به اسلام میکنیم که نرمالیزه بکنیم هر حرفی رو. خب یعنی تابو شکنی داریم میکنیم. ولی وقتی هدفمون صحبت با یک مسلمان یا یک دیندار دیگه است و هدفمون تغییر نظره، اون موقع من توهین نمی کنم. اون موقع توهین کاربرد نداره. خب پس من وقتی میگم توهین کاربرد داره، معنیش این نیست که تو هر شرایطی از توهین استفاده کنی. متوجه شدی سینا جان؟ بله بله آره من متوجه شدم. من اشتباه کردم اینجا، معذرت میخوام. حالا من منظورم این بود که اینا رو از اسلام دور کنه. به نظر من تو ایران، نمیدونم جای دیگه، تو ایران این روش بهتره، چون یه فرهنگی که تو کشور ما هست به حرف علمی و حرف آکادمیک خیلی بها میدن، علتش اونه. من یه سوالم بپرسم دیگه مرخص بشم خدمت شما. ما تو ایران حالا زیر شریعت اسلامی زندگی میکنیم، بغلمون پاکستان هم میبینیم، افغانستان هم میبینیم، عراق هم میبینیم داره چه گندی بالا اومده. شما که کانادایی توی کشورهای غربی، این وقتی کسی از اینجور داستان حرف میزنه، انتقاد میکنه یا کاریکاتور میکشه، توی اونجا چرا فوراً بهش برچسب ریسیست میزنن؟ یا نمیدونم طرف بیگت، حالا من واقعا نمیدونم فارسیش چی میشه، چرا فوراً خفش میکنن؟ واقعا مثلا این همه آمار رو نمیبینم. مثلا توی پاکستان میگن 80% باید مرتدین کشته بشن، مصر 60%، نمیدونم عراق 70%. اینا رو واقعا اینا نمیبینن، چون هم اینجا ما خفه بشیم، هم آمریکا و اروپا که به فریدم آف اسپیچ اهمیت میشن خفه بشیم، هیچ جا نمیتونیم حرف بزنیم و واقعا نمیشه هیچ کاری کرد. اینو علتش چیه؟ اونو به من توضیح بدید ممنون میشم. خب من اول یه چیزی بگم. درسته که خیلی ممکنه توی اروپا یا آمریکا، اروپای غربی، آمریکای شمالی با شما نقد بکنن که چرا علیه اسلام حرف میزنید. خب ولی خوبش به اینه که جلوتون رو نمیتونن بگیرن، فقط میتونن بیان اعتراض کنن. خب اینو در نظر بگیرید. یعنی قوانین، البته نه، البته اروپا رو من نمیتونه، الان اروپای غربی نه، اروپا نمیتونه الان آره مثلا نه. بگن محمد مثلا پدوفیل بوده زندان داره، جریمه میکنه. آره اروپا داره بد میشه، انگلستان مخصوصا داره بد میشه. خب انگلستان به لطف پاکستانیایی که رفتن تو مجلسشون رسما گند کشیدن. خب آمریکا رو اگه در نظر بگیریم، آمریکا خیلی خوبه درباره آزادی بیان. میرزم چه یعنی تو آمریکا، چون توی قانون اساسیشون اصلا این هست که کسی نمیتونه با شما کاری داشته باشه. خب از لحاظ آزادی بیان آمریکا یکی نمیدونم یا رتبه یک یا هم نزدیک رتبه یکه نسبت به همه کشورهای دیگه. ولی یه خبر خوب که هست، حالا درباره آمریکای شمالی میتونم بگم، درباره اروپا نمیدونم، ولی به نظر میرسه، من حاضرم نظرم عوض کنم اگه این درست نیست، ولی داره به نظر میرسه که خیلی از چپی‌ها که اینجوری داشتن از اسلام دفاع میکردن، داره آروم آروم نظرشون عوض میشه. دلیلی این که خیلی از چپی‌ها ممکنه از اسلام دفاع بکنن، به خاطر اینه که فرق مسلمان و اسلام رو درست متوجه نمیشن. یعنی یه چیزی که توی سیاست چپی ها وجود داره، تو فلسفهشون هست، اینه که خودشون رو مدافع حقوق اقلیت ها میدونن. خب یعنی چپ منبع فعالیت های دفاع از حقوق اقلیت هاست و به این افتخار میکنن. خب و تاریخشون هم اگه نگاه بکنین، خیلی کاراشون هم موفق بوده. یعنی اکثر کارهای حقوق بشری که تو کشور غربی شده به نفع حقوق اقلیت‌ها و حقوقهای کسای دیگه، یعنی حقوق زنان، حقوق همجنسگرایان، حقوق ترنس ها، حقوق اقلیت‌های نژادهای مختلف، حقوق مهاجرا، تو 100 سال گذشته فعالیت چپی ها بوده که این همه حقوق
به این گروه های مختلف داده شده. خب یعنی خیلی کارشون موفق بوده و خوب که کارشون موفق بوده، ولی انقدر کارشون موفق بوده که افتخاری که به خودشون کردن بخاطر این کاری که انجام دادن اینه که بعضی جاها دیگه زیاده روی دارن میکنن. خب و اینا مسلمون ها رو توی کشور خودشون اقلیت حساب میکنن و اقلیت هستن و بعضی موقع فلسفهشون در برای مسلمون ها تو کشور خودشون یه جوری همه مسلمان همه جهان رو مثل مسلمان تو کشور خودشون میبینن. و یه چیزی هم که مشاهده میکنن اینه که راستی ها تو کشور خودشون ضد مسلمون میشن. خب و چون خودشون رو یعنی ضد راستی ها میبینن، میگن خب پس اگه راستی ها علیه مسلمان هستن ما باید طرفدار مسلمان باشیم. البته طرفداری از حقوق مسلمان ها مشکلی نداره، منم طرفداری از حقوق مسلمان میکنم، ولی خیلی از چپی ها اون وقت متوجه نمیشن که طرفداری از حقوق مسلمان ها نباید باعث طرفداری از اسلام بشه. خب راستی ها رو نگاه میکنن که ضد حقوق مسلمان ها هستن، میگن پس ما باید دفاع کنیم از حقوق مسلمان ها. خب این خوب باشه بکنید. بعد راستی ها رو نگاه میکنن که ضد اسلام هستن، بعد خودشون نگاه میکنن پس ما از اسلام باید دفاع بکنیم. اینجا رو ما باید جلوشون رو بگیریم. خب اینجا که این نتیجه گیری که میکنن که دفاع باید بکنیم از حقوق مسلمان ها، پس من چیزی که باید از اسلام دفاع هم بکنیم، ما باید نشون بدیم که ما فرق داره دفاع از حقوق مسلمان ها با دفاع از اسلام فرق داره. ببین همینجوری که بعضی از اسلام ستیزها فرق بین اسلام ستیزی و مسلمان ستیزی رو نمیبینن و اسلام ستیزیشون باعث مسلمان ستیزی شده، کسایی هم که تو مثلا کشور غربی میخوان از حقوق مسلمان دفاع بکنن متوجه نیستن که نباید از اسلام دفاع بکنن. چیزی که خوب شده مسلمان ها پیسفول مایندست ندارن، حتی تو اینجا تو اروپا هم، تو آمریکا شما هیچ آمار، مثلا تو انگلستان 4 میلیون مسلمان داره، خب 25 درصدش گفته بودن اگه در شرایط خاص حاضرن خودشون رو بتره کنن انتحاری برن. خب اینا هم ببخشید اینا هم چند درصد حسابی نیستم، 25 درصد. چون اکثر اینا از بنگلادش و پاکستان خیلی جای مذهبی میاد. توی همین آمریکا، توی آمریکا بیشتر از 50 درصد مسلمانای اونجا میگن که آره باید ما مرتدا رو بکشیم. خب اینا رو واقعا چرا نمیبینن؟ خب سینا جان ببین، دفاع از حقوق مسلمان ها معنیش نیست که شما به خاطر جرم و جنایتتون جریمه نمیشین یا مجازات نمیشین. میدونی ازم چه؟ ببین متوجه هم آره، ولی آخه اون ذهنیت لیبرال ها خیلی افتضاح وقتی میاد سمت مسلمان ها، خیلی سطحشون پایینه. درست بله، ولی خب من یه چیزی که قبول دارم اینو، ما یکی از کارهایی که من دارم ببین، من کلی تو در این حرفایی که داری میزنی رو من تو کانال های انگلیسی زبانمون صحبت کردم، رو توییتر موقعی که داشتم میگفتم، رو فیسبوک هامون، هم تو همه رسانه های انگلیسی زبانمون در برای اینا صحبت میکردیم و من کلی افتادن، یعنی من جز چپی ها که بودم کلی دشمن برام به وجود اومد، من از دانشگاه انداختنم بیرون به خاطر این حرفایی که دارم میزدم، منو کلی جاها، کلی کسایی که برنامه علیه من درست میکردن، کلی دوستا رو از دست دادم به خاطر این حرفا. یعنی من این مشکلات رو به شدت میشستم، برای اینکه من جز کسایی بودم که فعالیت میکردم برای آگاهی سازی از اینکه اسلام واقعا درباره چی هست. خب و کلی باعث شد که منو یک راستگرای افراطی حساب بکنن خیلی از این چپی های کشور غربی. خب و اصلا تهمت هایی که به من زده شد اصلا تو نمیدونی چی من آره خب حالا وارد اون نمیشم، ولی ببین چیزی رو که من دارم مشاهده میکنم که میتونه اشتباه باشه، ببینید من دارم الان تجربه شخصی استفاده میکنم، به میگه ای آرمین تو گفتی تجربه شخصی استفاده نکن، من دارم وقتی تجربه شخصی استفاده میکنم میگم که با شک زیاد دارم استفاده میکنم، یعنی تجربه شخصی رو میگم چون آمار ندارم و میگم میتونه بسیار غلط باشه و به این شک زیاد دارم، یعنی اینجوری از تجربه شخصی رو میذارم جلو. خب من چیزی که به نظرم داره میرسه که میتونه غلط باشه اینه که خیلی از چپی ها داره نظرشون در بر اسلام عوض میشه. خب مخصوصا به خاطر اینکه اسلام ضد حقوق LGBT یعنی همجنسگرایان و ترنس ها هست. بله. خب و این یک چیز خیلی من نمیدونم چیه، کیو هم میچسبونن من نمیدونم چیه، کیو میشه کویر، ولی این برای شبگره ها اینقدر چیز مقدسیه ده حقوق همجنسگرایان و ترنس ها اینقدر چیز مقدسیه براشون، البته شوخی میکنم اما مقدس نیست، یعنی اینقدر براشون چیز مهمیه
که اینکه مسلمان‌ها حاضر نیست، خط قرمز خیلی از مسلمان‌ها هست تو کشور غربی، باعث شده که اینا یه مقدار چپیا و اسلامگرایان الان داره با هم دعواشون داره میشه سر این موضوع. و خیلی از بزرگترین کانتنت یعنی یوتیوبرهای چپگرای معروفتریناشون الان به معروفترین یوتیوب استریمرهای آمریکایی با بیشترین فالووراشون با اینکه بسیار چپگرا هستن ضد اسلامی شدن به طور خیلی واضح، یعنی به طور خیلی بدون هیچ توجیهی، بدون هیچ نگرانی، یعنی به واضح ضد اسلام هست. یعنی میگن که ما با همون دلیل ضد اسلامیم که ضد مسیح، یعنی این داره عادی میشه بین چپگراها تو کشور غربی، داره یک ذره عادی میشه که ضد اسلام باشه. ولی جالبه چون هر موقع که میگن ضد اسلامن سریع میگن که ما ضد مسیحیت هم هستیم، یعنی ما مثل راستگراها نیستیم که فقط ضد اسلام باشیم، ما ضد اسلام و مسیحیت و همه ادیان هستیم. یعنی سریع اینو میگن که کسی فکر نکنه که اینا مثلا نجات ستیزن یه چیز دیگه. متوجه شدم، دستون در نکنه. مرسی، خواهش، فعلا خداحافظ.